نگرانی انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان از افزایش مشکلات اقتصادی و عدم مسئولیت خبرنگاران در افغانستان. بر بنیاد آمار ارائه شده توسط انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، از حدود 563 رسانه فعالیت رسانه‌ای 236 رسانه به دلیل اقتصادی متوقف شده است. با گفته مجددی، حدود 30% دیگر رسانه‌ها هم در سراسر افغانستان به دلیل مشکلات اقتصادی در حال بسته شدن هستند. در آخرین آمار را که ما داریم، از حدود 563 رسانه حدود 236 رسانه بسته شده که اگر و در حدود 30% دیگر رسانه ها هم به دلیل مشکلات اقتصادی در حالت بسته شدن هستند. آقای مجددی میگوید نگرانی ها و مشکلات اقتصادی که رسانه ها در شرایط کنونی با آن روبرو اند را با جامعه جهانی شریک کرده است. به گفته او، امیدواری وجود دارد که جامعه جهانی با کمک برای ادامه کار و فعالیت رسانه های آزاد مانع سقوط بیشتر این رسانه ها در افغانستان شوند. برای ما امیدواری های دادن، وعده های دادن که امیدوار هستم در قدم نخست با حمایت بین المللی ما بتوانیم مشکلات رسانه‌ای افغانستان، مشکلات اقتصادی رسانه‌ها را حل کنیم. او از مسئولین امارات اسلامی نیز می‌خواهد کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای را به زودی ایجاد کنند تا از مسئولیت خبرنگاران اطمینان حاصل شود. به گفته آقای مجددی، در یک سال گذشته 116 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده است و از این میان تنها یک مورد آن بررسی شده است. طی سال گذشته در حدود 116 مورد خشونت علیه خبرنگارا داشتیم که ما خصوصا فقط یک مورد از را تانستیم که بررسی کنیم و دست رازی هستیم و دادخواهی بررسی میکنیم تا قضایا بررسی شود. او همچنان اطمینان میدهد که برای کمک مستقیم به خبرنگاران و پرداخت معاشات آنان نیز از سوی جامعه جهانی کار میکنند. رسانه ها در افغانستان در حال برای ادامه کار و فعالیت خود به شدت با مشکلات اقتصادی روبرو اند که قرار است سه‌شنبه سوم می از روز جهانی آزادی مطبوعات در جهان بزرگداشت صورت بگیرد. پیش از این سازمان ملل و نهادهای مرتبط به این نهاد جهانی اطمینان دادند که برای ادامه کار و فعالیت رسانه های آزاد و مستقل در افغانستان آنها را حمایت خواهند کرد و نخواهند گذاشت رسانه ها در افغانستان به دلایل اقتصادی به کار و فعالیتشان پایان دهند.